اولین گرد همایی حسینی برای راه نخستین مشایع از منطقه تلعفر تا کربلا به یاد مسیر پیاداروی حضرت زینب سلام الله علیها و کاروان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام برگزار شد. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. اولین گرده همای حسینی در منطقه تلعفر استان نوای عراق به منظور هماهنگی و تداگو نخستین مشایی زیارت عربین امام حسین علیه السلام برگزار شد. این گرده همایی با حمایت موکب و حیعت های حسینی در منطقه تلعفر برگزار شد و تیه آن تمهیدات لازمی مشایی حسینی بررسی گردید. گوره همایی یاد شده که با عنوان مشایع راه یا زینب از تن لعفر تا کربلا برگزار شد شاهد حضور گسترده مردمی جمعی از حسینیان در میان تدابیر شدید امنیتی بود که برای اطمینان از ایمنی شرکت کنندگان در نظر گرفته شده بود. هیئت اعزامی شبکه ماهواره از زهرا سلام الله علیها که از زیر مجموعه های مجموعه رسانه ای امام حسین علیه السلام می باشد نیز در این گرد همایی حضور داشتند. گفته نیست که کاروان اهل بیت علیه مسلام را پس از انتقال به کوفه و مدتی اقامت در این شهر به سوی دمشق پایتخت حکومت امویان فرستادند. در برخی از تواریخ ذکر شده که تلعفر یکی از شهرهایی بوده که کاروان اهل بیت علیه السلام از آن عبور کردند. شیخ عباس قومی در کتاب نفس المحموم به نقل از ابن شهراشوب در کتاب مناقب آل ابی طالب علیه السلام می نویسد ابو مخنف نقل می کند خولی وارد موسل نشد و راه صحرا در پیش گرفتند و از جبله و تلعفر و سپس سنجار و قلع نصیبین گذشتند. در کتاب موکب العبا من کربلا الالکوف الالشام در واقعی گذشتن خاندان اطرت علیه السلام از این منطقه هم آمده است. کاروان سرهای متحر و خاندان اطرت علیه السلام به سمت غرب حرکت کردند تا وارد سرزمین های جزیره سوریه شدند و از نفر و سپس بر شهری واقع در دامنه جنوبی کوه سنجار که نیمه شرقی آن در عراق و نیمه غربی آن در سوریه امروزی است گذشتند. همکنون شهر تنعفر یکی از برجسته مناطق استان نینوا به شمار می که جمعیت زیادی از شیعیان اهل بیت علیهم السلام را در خود جای داده است. لذا برگزاری این مشایع آن هم از این مسیر در راستای احیا و اعتلاع شعائر حسینی و گسترش مشارکت در زیارت اربعین سوگت گرفته است. جاده تلعفر به سمت کربلا نیز تبلور و بیانگر نمادهای ویژه است و راهی محسوب می شود که اهل بیت امام حسین علیه السلام در سفر ناگفاق خود پس از واقعی کربلا این مسیر را طی کردند. بدین لحاظ این مشایع و انتخاب مسیر و نامی که بر نهاده شده از بعد تاریخی و معنوی دارای اهمیت ویژه‌ای باشد.